به نام خدا سلام. تنها نوزاد آدمیزاده که تا 2 سال بعد از تولد نیاز شدید داره، نیاز شدید به مادر، و انگار بدون اون نمیتونه زندگی کنه. هیچ موجود دیگری بعد از تولد مثل انسان نیست. بذارین سادش کنم، ما ناقص به دنیا میاییم و خیلی همون اینو میدونیم. پس چرا در طول زندگی همیشه دنبال بی‌نقص بودنیم؟ بدن بی‌نقصی داشته باشیم، شغل بی‌نقصی داشته باشیم، راه و مسیری که میدیم بی‌نقص باشه. همین نقص ها و فقدان هاست که ما رو مضطرب میکنه. اصلا به این فکر نمی کنیم که بابا یه روزی ما ناقص به دنیا اومدیم. راستی شما چطور با نقص ها و فقداناتون کنار میایید؟ در این قسمت از ایبک در مسیرهای مختلف قدم خواهیم گذاشت، با یادآوری اینکه معتقدیم ایده بکر شروع ماجراست. آقای وحید رجبلو با یه بیماری ناشناخته به دنیا میان. ابتدا بیماری تشخیص داده نمیشه و بعد که میفهمن شوک بزرگی اتفاق میفته. بیماری غیر قابل درمان که زندگی کردن باهاش آسون نیست. با این حال آقای رجبلو نه تنها کسی رو مقصر نمیدونن، خانواده چند نفره ای که همین هزینه های درمان یک موزله، از همون بچگی ایده هایی برای کسب و کار و درآمد داشته باشن. در بچگی کار دستی های خلاق ساختن و در بزرگسالی با کارهای خلاقانه تر و سختری مثل درآمد از فضای وب به استقلال رسیدن. همیشه هم به شیوه خودآموز کسب دانش کرده، از یادگیری الفبا تا برنامه نویسی تحت دل. ایشون به ما خواهند گفت چطور به این تفکر و منش میرسن که نه تنها میتونن با این بیماری کنار بیان و تسلیمش نمیشن، که دست از خلاقیت هم بر نمیدارن و فردی موفق و خودکفا میشن. تا من گفته بودم بیماری SMA جلد 2 سن 20 سالگی به بعد رو نمیبینم. من مبتلا به این بیماری هم، ولی خب الان 33 سالگی رو رد کردم. توی دوران کودکی خیلی سخت بود حمله یا داشتن این بیماری و خب درد زیادی نشیدم، ولی همیشه توی خانواده کسی همه رو سر وجد می آورد، هیجانی می کرد یا کاری می کرد که واقعا سوچ بشن یا خندون بشن. من بودم و همیشه همسن و سالای خودم، با اینکه من نمیتونستم تو بازی ها همزار اونا باشم، ولی اونا کاملا تحت کنترل من بود. دوران کودکی تموم شد، رسیدیم به دورانی که خب حالا وقت مدرسه رفتنه، ولی مدرسه ها خب نپذیرفتن که منو ثبت نام کنن و من اونجا برام سوال بود که چرا من نباید بتونم درس بخونم، و جواب مامان این بود که تو اینقدر باهوشی، گفتن که نیازی نیست بیاد مدرسه. و من از اونجا به بعد یه حس غرور داشتم که خوب اوکی، من پس میتونم خیلی اتفاقای دیگه ای توی زندگیم بیفته به جای مدرسه. اما خب به حال دلم مونده بود این اتفاق. خب با این حال نمیشد بی سواد بمونم، ولی این ماجرای بیماری باعث شد که من چندین سال درگیر جراحی و بیمارستان و درمان قرار گیرم، ولی اینقدر من خودش بالا بود که خب بیماری رو یعنی درمان رو رخواه کردم و تا سن 13 سالگی دیگه فکر کنم کاملا سواد خوندن نوشتنم نداشتم. از اونجا وقت خانواده شروع کردن خودآموزی به من، اون کارهایی که حالا برای راه انداختن خوندن نوشتن یا یاد گرفتن الفبا به من کمک کردن، و بعد اونم خب سعی کردن برای من معلم بگیرن که خورده پیشرفته تر آموزشان پیش بره. تقریبا توی 4 سال
من دوره ابتدای راهنمایی رو کامل خوندم غیر حضوری و اون دوره تموم شد، اما باز به خاطر مسئله مالی و یعنی جمعیت بالای خانواده من فکر میکردم که صلاح نیست که خانواده توی شرایط مزید مالی بذارم، پس فکر کردم که ترک تحصیل کنم. از اونجا به بعد دنیا متفاوت شد، یعنی من وارد یه سری کارهای هنری شدم، سیاه قلم، سفالگری، یه سری کارهای خلاق که مثلا من الکترونیک رو با کارهای هنری دستی پاچی میکردم و یه چیز خلاقانه در اینا رو برای فروش میذاشتم. دادم توی بیمارستان که مثلا من چون بیماری من باعث میشد که هر مدت یک بار بدنم دوچار عفونت بشه و بستری بشم، و توی بیمارستان هم من حتی کاردستیم رو برای فروش میذاشتم و این برای دکترا خیلی هیجان انگیز بود که تو در حال مثلا تحلیل رفتن بدنه، در حال جنگیدن بدنه، ولی دارید یه کار دیگه میکنی، اصلا حواست به درمان خودت نیست. و کلن نگاه هم به زندگی نگاه بود شد فیمچنم من یه بار اومدم و باید بهترین تجربه ها رو برای خودم بسازم. بعد این دوران بدنم تحلیل رفت و دست چپم از کار افتاد و من نمیتونستم دیگه کار هنری رو ادامه بدم. با هر سختی شده و خانواده خواستم برام کامپیوتر تهیه کردم و از اونجا بعدم باز یه سری اتفاقات هیجانی توی زندگی افتاد. اصلا مسیرم عوض شد، دیگه مثل قبل نمیتونستم روی ریجال بشینم و خونه برم بیرون با آدم ها ارتباط بگیرم. کل زندگیم شد یه اتاق 6 متری که یه پنجره به بیرون داره و مثلا شده بود که مثلا 3 سال از خونه بیرون نرم. و خب خواهر برادرم خواستم که شما چه مدرسه میرید، دانشگاه میرید، کارهای ابتدایی که با کامپیوتر میشه انجام میدید و برای من بیارید و من انجام میدم و به شما درصد میدم، یعنی یه جوره درآمدزایی رو انداختم. و نم نم این کار هی بزرگتر شد و من یه روز به خودم بودم خون اتاق من شده خدمات کامپیوتری، توی راپلم و پره کیسه، توی اتاق هم پره کیسه های مردمی که میارن و تعمیر میکنم. و یه روز با یکی از دوستان حوزه آیتی که خیلی خیلی آدم سرشلوغ و آدم حرفه‌ای بود آشنا شدم، چون دیدم میگه که من با یه گوشی و یه لپتاپ دارم خیلی زندگی مرفهی دارم و خیلی دارم درآمد خوبی در میارم. اینجور شد که من رفتم سمت برنامه نویسی و انقدر اون دنیای جدید و عجیبی بود برای من و منم عاشق کارهای فنی بودم، خیلی زود توش خون شدم و به خودم میمدم مثلا میدیدم من 48 ساعت پای کامپیوتر و اصلا حالیم نبوده که بدنم زخم بستر شده یا هر چیزی. حالا بعد 2 سال تلاش من شدم به برنامه نویس حرفه‌ای تحت وب، حدود 250 تا پروژه 0 تا 100 رو برای مشتریم زدم و برای خانواده عجیب بود که تو توی یه اتاق میری و داره هی تو حسابت پول میاد، این ماجرا چیه؟ و خب برای پدران ما که آدم های سنتی هستن و فعالیت رو فقط بیرون از خونه میبینن عجیب بود. و این تمام اون چطوری بگم تمام اون سختی هایی که خانواده میکردن من تا اون زمان چشیدم و براشون یکم سبوشتر کرد، حس آرامش رو بهتری بهشون ده. اگه بخوام جمع بندی کنم، همیشه سعی کردم اگه به راه مسدودی یا جایی که امکان ادامه دادن نیست میرسم یه راه باز کنم،
مثلا من توی دست چپم از کار افتاد، من با کیبورد نمیتونستم کار کنم و یه گوشی تاچ خریدم و یه برنامه برای گوشی نوشتم که موبایل به کامپیوتر بچه و من بتونم با یه انگوش تایپ کنم. از اونجا بعد من با یه انگوش کد میزدم، برنامه مینوشتم و این همه زندگیمو این مدلی راه وای کردم و فکر میکنم الانم ادامه داره آینده و من هم یادونشم به هزار تا در بسته خوردم که دنبالی چیدی داشتم. خیلی متشکر، چه صحبتهای جالب و جذابی داشتین و اینکه یک هدفی تو ذهنتون بود و تلاش کردین بهش رسیدین خیلی جالب بود. کلا شما چند تا برادر خواهر هستین؟ ما خودم سه تا پسر، دو تا هم خواهر. تو صحبت شما خیلی مثلا صحبت از جنبه اقتصادی کارتون میشد. بله. بیشتر این کارهایی که انجام دادین، بیشتر هدفی که داشتین، حالا چه زمانی که کار هنری میکردید اون چیزایی که فرمودین و چه زمانی که اومدید رو به برنامه نویسی آوردید، بیشتر برای مشغول کردن خودتون بود یا نه اون چیزی که گفتین هدف اقتصادی هم مد نظرتون بود؟ نه، صددرصدی هدف اقتصادی نبود، ولی اگه من میخواستم به یه محله، یعنی به یه قسمتی بالاتر از اون برم، خب اقتصاد توش تأثیر بود. یعنی مثلا من بعدا نیاز به کامپیوتر حرفه‌ای تر و قوی تری داشتم، خب باید این رو میگم. اگه میخواستم کار هنری دیگه ای انجام بدم احتیاج به تجهیزات داشتم و اینها رو باید از اون فروش اون کار دست قبلیه تأمین میکردم و اینجا خب دوست داشتم که دیگه استقلالی برسم که زندگی خودم رو تو دسته خودم بگیرم. مثلا الان شاید واسه خودم زندگی میکنم و جدا از همه مثل یه جوان عادی که خونه زندگی خودشو داره، کار خودشو داره و تو جامعه فعالیت خودشو داره. خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. الان هدفی که تو ذهنتون چیه با توجه به تمام کارهایی که انجام دادید، کارهای هنرمندانتون یا حالا بخشی که کار برنامه نویسی بود، دوست دارین چه اتفاق کاری جالبی براتون بیفته، به چه چیزی برسید؟ هدف خودم اگه برای خودم باشه که دوست دارم خب شرکت هم بین‌المللی شه یا تو شرکت های مثل شرکت گوگل، فیسبوک بتونم کار کنم، چه خب دنبالشم. اگر هدف برای جامعه هم باشه دوست دارم برای هم نوع خودم کار کنم و بگم شد شرایط من جوری بوده که مثلا یعنی آدم ها تصورشون این بود که مثلا به بابا میگفتن آقا یه فکر برای آینده بچه هست، نگم فردا تو پیر میشی و کسی نیست از این نگهداری کنه، ولی الان من دارم اگه سریع نگهداری میکنم و میخوام بشم بگم از اون چیزی که بهتون میگن یا شما تصور میکنید نیستش، دنیاتون خودتون میسازید. خیلی جالبه، خیلی باعث افتخاره و خیلی لذت بخش بود صحبتتون. امیدوارم به اون هدفی که دارید برسید، حالا یک جای بزرگی و بزرگ و عظیمی مثل گوگل کار کنید یا جاهای دیگه، با توجه به پشتکاری که شما دارید و اتفاقات بزرگی که در زندگی شما افتاده و انقدر پیشرفت داشتید، بدون شک شما به هدفتون خواهید رسید. حالا ممکنه گوگل نباشه، ولی مطمئنن یک جایی که تو ذهنتونه و یک جایی که احساس میکنید اونجا موفق ترید و تأثیر بیشتری میتونید بذارید، حتما این اتفاق برای شما میفته. ممنون. بله، منم خیلی متشکرم از شما، حضورتون و صحبتاتون. خیلی ممنونم. اصولاً اولین برنامه‌های بازنشسته یکی از اینهاست. راه اندازی یا اشتغال یک شغل جدید برای میزان نگه داشتن دخل و خرج، جبران کمبود خوابهایمان، رفتن به سفرهای نکرده، ساخت و ساز یا بازسازی منزل، بازی با نوه‌ها، کمک به بچه‌ها در مسائل مالی، همسرداری، فرزندداری و کلن همه کارهای عقب مونده. در بندر زیبای انزلی خانومی رو میشناسیم که در بازنشستگی به سمت علاقشون رفتن و ایده هایی رو به سرانجام رسوندن که منجر به کارهای بزرگی برای فرهنگ مردم شهرشون شده.
صفورا غلزاری هستم، دبیر بازنشسته، فعال محیط زیست و بنیانگذار بعضی از پویش های محیط زیستی. مردم وقتی که ما رو میبینن، مخصوصا من میبینن که سوار این وانت هستم، فکر میکنن که من میخوام این کاغذها رو جمع آوری بکنم، از فروش زندگی ما اداره میکنم. همین کاغذهای باطله یه عروسک هایی رو تربیه کردیم، ساختیم با کمک خود همون بچه ها و دادیم به دست بچه ها، گفتیم برید داخل طبیعت همون جایی که اون منطقهی که بود زباله قرار بود جمع کنیم، برید زباله جمع کنیم. من معلمم، اتفاقا معلم علوم اجتماعی هم هستم و یکی از مباحث علوم اجتماعی مبحث محیط زیست هست. اولین اتفاقی که تو زندگی من افتاد و اون نقطه عطف بود توی رسیدن به خواسته هام، مسئله آشنایی با پویش ظرف‌های پلاستیکی بوده که خیلی اتفاقی من توی یکی از اردوهایی که با دانش آموزان رفته بودیم توسط یکی از همکارانمون متوجه شدم که ظرف‌های پلاستیکی که توی اطراف هستن جمع می‌کنن و پرسیدم که این برای چیه. گفتن که آره، توی یکی از شهرهای کشور ما، گویا تبریز بوده، این درپای پلاستیکی رو میفروشن با پول فروش حاصل از این درپای پلاستیکی ویلچر تهیه میکنن برای نیازمندان جسمی. همون لحظه من دست به کار شدم و شروع کردم به جمع کردن این درپا و دنبال این قضیه بودم که این درپا رو کجا تحویل بدم. تو همه مسیر با بسیار از دوستان این قضیه در میان گذاشتیم و دیدم خود به خود خودم شدم مرکز توجه دوستان که درپا رو به من میدادن. آغاز این پیروزی برای من یک نقطه عطف دیگه ای بود و تصمیم گرفتم که این پویش رو در قالب های دیگه ادامه بدم. خب من یک معلم بودم و برای معلم اولین پسماندی که بتونه اهمیت داشته باشه و ارزشمند باشه کاغذ بود. تصمیم گرفتیم که با کمک هم دیگه دانش آموزان رو ترغیب بکنیم به اهدای کتاب‌هایی که در پایان سال دیگه بهش احتیاج ندارن و میتونن در اختیار ما قرار بدن. در مرحله اول خب شاید هر کسی نگاه میکرد به این قضیه زیاد امیدواری نداشتش، ولی با تلاشی که شد، تلاشی که خود ایشون کردن و در بین مدیران رفتن و صحبت کردن، مجاب شدن مدیرای ما که این کار انجام بدن. بنده سراساز هستم، مدیر دبیرستان مهرگان. با خانم قلعه‌زاری سالیان سال که ایشون دبیر ما بودن، دبیر مطالعات ما بودن و دوست ما بودن، همدیگر رو میشناختیم. ایشون به ما مراجعه کردن و در پویش کاغذ، جمع‌آوری کاغذ از ما همکاری خواستن و یه فضای رقابتی بودش بین مدارس، بین دانش آموزای کلاس‌ها که هر کی بتونه بیشتر کاغذ باطل جمع‌آوری بکنه سود و منفعت بیشتری، نه مالی، واسه اون مدرسه حاصل میشه. اولین کتابخانه اینه که وعده داده بودیم تفکیک کاغذ و تشکیل کتابخانه. اولین کتابخانه خودمون رو درست بکنیم و باز هم با پیشنهاد دوستان تصمیم گرفتیم که این کتابخانه رو در جایی که کودکان هستن. تاورا دلیل هستم. چند سال پیش بیمارستانی که این پشت هست بستری بودم. تو همون روزا از یک گروهی اومده بودن که توی بیمارستان کتابخونه درست کنن. این گروه کاغذها و دفترها و کتابایی که استفاده شده رو میرن به مرکز بازیافت میفروشن و با پول اون کتابخونه درست میکنن. بخش از کتابهای زندان از بین رفته بود و اینا داشت و مددکاران زندان میخواستن که این کتاب‌ها شارژ بشه. ما 100 جلد کتاب رو که بیشترین اهدای ما بود به زندان اهدا کردیم. قصه کتابخونه ما اینجوری شروع شد. خانم قله زاری، دخترشون ناشنوا بودن، ما آشنا شدیم با هم. پیشنهاد دادن که دوست دارین یه کتاب خونه بذارید برای کانون. ما خوشحال شدیم، گفتیم باشه، اشکالی نداره، خوب فرهنگ سازی میشه برای ناشنوایان، آشنا میشن با کتاب خانی. کتابخونه رو افتتاح کردیم. به صورت امانت می بردن و حتی بعضی هاشون کتاب رو تبدیل به دو کتاب می کردند و می آوردن. کتابخونه های کوچک خیلی خوب بود، ولی یک مشکلی داشت و اون مشکلش این بود که همه مردم از این کتاب ها بهره مند نمی شدن
داخل مراکز بود، داخل یک باشگاه، داخل محوطه سخت، داخل کانون ناشنوایان. ما می‌خواستیم جایی باشه که همه مردم امکان داشته باشن که از این کتاب‌ها استفاده بکنن. مشورتی که با دوستان ما در انجمن مردم نهاد خودمون داشتیم، به نتیجه رسیدیم که بیاییم یه مرکزی رو درست بکنیم که این کتابخانه دائمی اونجا باشه و البته فقط هم کتابخانه نباشه، جایی باشه که یک جورهایی یک مرکز فرهنگی باشه که کتابخانه هم بخش از اون باشه. فکر مختلفی شد، در نهایت به این نتیجه رسیدیم برای اشاعه هویت بومی شهر خودمون و برای حفظ این هویت کتابخونه با موضوع گیلان و شهر انزلی ایجاد بکنیم. با کمک همین پویش تفکیک کاغذ و منابعی که از اونجا به دست اومد تونستیم کم کم اینجا رو آماده بکنیم. 5 اتاق تقریبا بزرگ داشت که اتاقا رو مرمت کردیم، رنگ آمیزی کردیم. بعد از آماده سازی اتاق مخزن ما اتاق کناریش رو به عنوان اتاق معرفی این مرکز و اهدافش در نظر گرفتیم که بازدید کنندگان آشنا بشن اینجا چطور شکل گرفته. اتاق کناریش هم برای انبار کاغذ که همینجا مردم شهروندان کاغذشون رو بیارن تحویل ما بدن تجمیع بشه، همینجا هم بره چرخه بازیافت. اتاق کناریش هم به عنوان اتاق مطالعه و اتاقی که برای پژوهش با ظرفیت 10 نفر که زیاد تراکم نداشته باشه آماده سازی کردیم، چیدمان شده، تجهیزاتش هم اغلب مردم کمک کردن و با آشنایی که همون مخاطبایی که تو پویش بودن همونها هم خیلی امکانات اضافه کردن به اینجا. آرزوی من در این برهه از زمان اینه که گام بعدی رو تو زمینه پارچه بردارم. لباس‌های کهنه که دیگه قابل استفاده نیستن، زباله‌هایی هستن که به زودی ما اینها رو در گوشه کنار کشورمون می‌بینیم و متأسفانه تا الان در کشور ما راهی برای بازیافت اینها وجود نداره و حتی استفاده مجددشون. مهندس فرهاد فتوریچی و همسرشون خانم سلماز علیزادگان یک تیم موفق هستند که ویلچرهای ویژه‌ای رو طراحی کردن و ساختن تا تردد افراد توانیاب آسان‌تر بشه، چه در آپارتمانشون و چه در سطح شهر. ویلچری که اونا رو از درخواست کمک به دیگران بی‌نیاز می‌کنه. این زوج هم تیمی به ما خواهند گفت چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتن ویلچرهای موجود رو ارتقا بدن و از ایده ساخت ویلچرهایی که دیگه هیچ مانعی جلو داره حرکتشون نیست تا ساخت چه مراحلی رو طی کردن. ایدهش از اونجا اومد به ذهنمون که در واقع ما از یه نیاز شخصی در واقع نشأت گرفت. ما همسر مادر خدا بیامرزه ایشون توی سال آخر زندگیشون توانایی بدنشون از دست میدادن به خاطر سکته مغزی. ایشون تو همش تو فکر این بودن که مادر رو پارک ببرن، بیرون ببرن، فلان. ما گشتیم کل بازار رو که حالا یه همچی چیزی هست یا نه، توی اینترنت میگشتیم میدیم آقا یه سری هستن مواردی که به صورت پروتوتایپ آزمایشگاهی و حتی محصول وجود دارن توی اروپا. اینا خیلی دنبالش بودیم تهیه بکنیم. این چیو تهیه کنیم؟ ویلچری که بتونه از پله بالا بره. آها. ویلچری که بشه باش موانع رو رد کرد. بله، منتها دیگه وقتی دیگه کاملا ناامید شدیم من دست به این فکر افتاد که حالا خودم یه چیزی سریعاً با مثلا مکانیک و اینا سرهم کنم، مادر رو بتونم ببرم و بیارم. که ما تقریباً 3 تا نمونه هم ساختیم، انواع چیز رو به منتها عمر خدا بیامرز دیگه به استفاده از این قد نداد متاسفانه. ولی دیگه ما دیدیم اینو ساختیم، رفتیم دنبال این که حالا مجوزاشو بگیریم یه محصول بکنیم که قابل استفاده برای عموم باشه. چون میدونید از یک تجهیز آزمایشگاهی رسیدن به محصولی که قابل ارائه به بازار باشه مسئله طولانی هست و واقعا هم سعی و تلاش میخواد.
منتها در تمام اون مراحل طراحی من شاهد بودم ایشون فقط نظرات مادرشون مورد نظرشونه، یعنی چیزایی که اون خدا بیامرز بهش فکر میکردن و ایشون توی طراحی لحاظ میکردن. بین مثلا ما میگفتیم مثلا فعلا صدا اینقدر مسئله نیست، ما دنبال کم کردن صداش اینقدر مثلا دنبال مثلا شیک کردن این تجهیز باشیم. کم کردن صدا یعنی اون مکانیزمی که این وسیله رو اپل بالا میبره صداش زیاد بله داره. از پله که بالا میبره بالاخره اون موتور و گیرباکس و اینا کار میکنن صدا داره. ما مثلا میگفتیم من نظرم این بود که اینا زودتر شیکش بکنیم که بشه به فروش رسون. ایشون فقط حرفای مادرشون تو ذهنشون بود، میگفتن مثلا نه این باید صداش کم بشه چون کسی که سوار این میشه توی راه پله فکر میکنه به اینکه همسایه ها الان در مثلا اذیت نشن و کلن خط مشیشون توی خط فکریشون و در واقع نظرات ایشون یه چیزی که من تر تکیم صحبتات ایشون عرض کنم، این سالمندان ما خیلی آدم های عزتمندی هن. یک بیمار یا یک سالمندی که تو خونه اصلا طبقه اول واقعا وقتی میخواد بره بیرون اولادش همسایه هاش اینا با عشق میان میذارن دو ویلچه میبرنش پایین. هیچ کس واقعا زحمتی متحمل نمیشه از لازه، ولی این خودش معذبه. ما بعد که این ساخته شد و به مثلا بعضی افراد فروختیم عرضه کردیم، اینا میگفتن مثلا من مادر بزرگی دارم که جلوشش من از گرسنگی مرد. خب چه جوری ممکنه این ماده بزنه؟ میگه چرا مثلا زمین خورد و لگن شکست، این میدید که مثلا آب و غذا میخوره زحمت داره به اطرافیانش. حالا مسائلی خودش داره میگه نه، هر بار میگه ماده تشنه ای، نه من تشنه ام نیست، گشنه ای نه، چون میدونست خوردن و نوشیدن بالاخره بعدش مشکل نمیخواد مزاحم دیگران نمیخواد میگه جلو چشم من از گرسنگی و تشنگی مرد ولی حاضر نشد. این واقعا میگم این بیشتر برای اون سالمند عزت میاره. ما مشتریانی داشتیم که تهیه کردن طرف 4 سال بود از خونه بیرون نیومده بود. چرا؟ به خاطر اون زحمتی که احساس میکرد برای اولادش ده. بعد از 4 سال میاد بیرون اصلا برای ما تقدیرنامه میفرسته با دست خودش، با دست خودش که لذت بردم. بعد از چرا اینه که اصحاب کم اومده چقدر همه چی عوض شده، مثلا پارک روبرو از داخل پنجرم میدیدم الان دارم توش قدم میزنم. اصل قضیه این خب این نوعی طوری ساختش فقط پله نیست، بحث موانع هست. خب شهر ما واقعا مناسب سازی نشده، پارکاش مناسب سازی نشده، ادارش نشده. خب بعضیا تو ادارش میان یه چیزایی میذارن آسانسور مانند، خب پارک ها چی؟ آقای مهندس نمیدونم سوالم الان درسته یا نه، اگر شما مادر خدا بیامرز شما یک همچین مشکلی نداشت، شما اصلا به این سمت نمیرفتی که همچین چیزی رو اختراع کنید؟ احتمالاً نه. چرا؟ ببینید هر کسی تو حوزه ما، شرکت ما 20 و چند سال سابقه داره تو حوزه صنعت، اتوماسیون صنعتی، دیدگاه یک برای مثلا امثال من دیدگاه یک مسیر باریکی میشه، فقط اونیو میبینه که کارش هست. صبح که میره سر کار با اون مشکلات سر کار داره، با صنعت کارخونه نمیدونم مشکلاتی تو خط تولید هست، بعد یهو یه اتفاقی میفته اینور رو نگاه میکنه. یا مثلا مشابه این ما، خب یکی از معضلات که ما وارد حوزه جانبازان یا معلولین که شدیم دیدیم مثلا یکی از معضلات این هست که خب فرد میخواد دیدید معلولانی که مستقل زندگی میکنه، بله، خودش ماشینش رو مناسب سازی کرده، بله، ویلچرش رو میذاره بالای ماشینش، میاره پایین از ماشینش بیا سوار میشه میره. خب ویلچر برقی که بتونه ببره بالا نیست، چون ویلچر برقی شد دیگه سنگین میشه، دیگه فرد خود معلول نمیتونه ورداره بله. بذاره بالای ماشین پشت ماشین، یا دیگه تا نمیتونه شه باتری داره فلان یا مکانیزم داره. حالا ما در کنار این یه محصول دوم چیزی هست که یه چیزی هست، ما اسمشو گذاشیم اس. حالا چرا گذاشیم اس؟ تو پروتوتایپ که دادیم دست یه سری دوستانی که حالا تمام من نبودن استفاده میکردن، خودش اسمشو میگه اس به منو بیا، اس به منو بیا، اسمشو گذاشیم، ما هم گذاشیم اسمش اس. شما تحصیلاتتون الکترونیکه؟ بله. کدوم دانشگاه؟ خواجه نصیر. خواجه نصیر تهران. بله خواجه نصیر. کلا تهران زندگی میکنی، تبریز نیست؟ بله تهران هست. بله. شما آقای مهندس؟ من هم دانشگاه تبریز خوندم لیسانس رو، بعد ادامهش دانشگاه تربیت مدرس تهران خوندم. مکانیک و مکانیزم ها طراحی من هست، ولی بخش کنترل، بخش الکترونیک، بخش نمیدونم باتری ها، حفاظت ها، ایشون دوره های متنوعی هم توی ادای کل تجهیزات پزشکی گذروندن مبنی بر این که این تجهیزات الکترونیکی مضر نباشه برای افراد.
مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، یکی از تاییدیه هایی که این دستگاه تا اینه که کسی که باتری قلبی داره میتونه روی این بشینه. خب این خیلی مهمه. شما خیلی وقت شد یه دستگاه الکترونیکی دکمه رو میزنید، باتری قلبی فرد دچار اختلال میشه. یا این رو میبرید تو اتاق عمل، تا روشنش میکنید سیستم های اتاق عمل مختل میشن. یا میبریدش تو هواپیما، اجازه ندارید مثلا دستگاه رو تا روشن میکنید، این هم موبایل میگن تو هواپیما خاموش کنید. ایشون کسی هست که دست سیستم های الکترونیکی طراحی میکنه که تمام این استانداردها توش رعایت شده باشه و بتونه تعدیه رو بگیره. درست. و از نظر من حالا شاید بگیم مثلا طراحی مکانیک و الکترونیک رو بخواید تقسیم بندی کنید، 40% مکانیک و مکانیزم هست، 60% همین رعایت این اصولی هست توزیع الکترونیک و کنترل رعایت میشه. آقا خواستی از خانم تو خیلی تربیه، یعنی 60% دادی ایشون 40%. نه فرق نمی‌کنه جای ایشون یکی دیگری هم بود، من همین رو گفتم. اگه الان جای ایشون یه آقای بود که همکارتون بود 60% دوباره. بله 60%. اصلا توزیع اتوماسیون ما میگم محصولات دیگری هم داریم دیگه. شما یه چیزی رو میزنید الان مثلا فرض کن یه خودروی الان شما دیگه خودروی پژو که الان قیمتش الان فرض کن الان مثلا 100 میلیون تومان، این رو اگر بیاید اتوماتیکش بکنی یه میشه 1 میلیارد تومان. سازه رو عوض نکردید، دو تا موتور بهش میبندید، بقیهش الکترونیک هست که اینو میتونه بدون سرنشین هدایتش بکنه. این راحت 1 میلیارد 2 میلیارد ارزشش هست با یک سازه‌ای که 100 میلیونه. خب حالا من 60% واقعا کم گفتم با این حساب، یعنی میشه 10% 90%. حالا میخوام بریم ببینیم که این کارگاه چیه، چه کسایی کار میکنن، با چه تخصصی، و مهمتر از همه محصول رو ببینیم و حتی محصول رو امتحان کنیم. خب ما الان آقای مهندس سفرزاده هم بهمون اضافه شدن، مدیر تولید کل این پروژه ها هستن در خدمت آقای مهندس و خانم مهندس. من یه دور میخوام با این بزنم. تیپی که الان هست تو صحبتاشون هم اشاره کردم، به این میگن اسب، یعنی این یک ویلچر معمولیه که بهش وصل میشه و به این کشنده میگن اسب، که الان خیلی عجیبه دیگه، هیچ شباهت به اسب نداره، حداقل موتوری موتورسیکلت یه چیزی، ولی چون میبره یک نفر حمل میکنه بهش میگن اسب. خود معلولین بهش میگفتن اسب، ما هم دیگه جالب. اولین چیزی که به ذهن میرسه. حالا در مورد تریلی هم این هست، میگن اسب تریلی و کشنده، اونجا هم بهش میگن اسب. خودم خب. به کشنده میگن. آره روشنه. آره این روشنه. یه دکمه اینجا داره که دکمه رو میزنی. من به عنوان کسی که خودم پام پروتز توش داره خیلی خوب این حس رو درک میکنم، چون 6 ماه تو خونه بودم و جالب اینه که ما خونه‌مون طبقه چهارم بود که من می‌خواستم از طبقه اول ببرم طبقه چهارم، زنگ می‌زدیم همسایه‌های قوی هیکل ما میومدن، یک صندلی پلاستیکی از این صندلی‌هایی که توی بالکن‌ها اینا می‌ذاری، من رو می‌شستم، دو سه نفر منو تو طبقه چهارم می‌برد. ای بابا. پس درک می‌کنم این چه چقدر خوبه. یه دکمه‌ای داره که روشن میشه، یک استارت مانند خیلی خوشگلی داره، طراحیش هم بدک نیست، حالا نمی‌دونم از اون دور چی دیده میشه، با کلاس فرم و مرمون خیلی خوشگل کنسول، یک کیلومتر شمال فقط کم داره، یه گاز داره یه ترمز داره. من یه دور اینجا میزنم الان، بعد میخوام اینجا پارکش کنم. سرعتش هم خیلی خوبه خدایی. خب یه ترمزی داره این ترمز، یه کلید سفیدی داره که اینو نگهداری دنده عقب میشه دیگه شد. یه بار نگهداری بوغزن دیگه ول کنید. خوب بیل کن. آقا خیلی باید ترمزش هم خیلی خوبه، خیلی سیستم جالبیه و خوبیش اینه که راحت استفاده ازش، خیلی راحته. این زامن رو میدیم به عقب، کشندم رو به جلو. حتما باید یه نفر این انجام بده. نه خودم نه شما خودتون میتونم. آره خود نفری که نشسته رو دستا میتونه اینو جدا کنه. الان من میتونم بشینم روی این الان همجا بشینم. بعد آقا مهندس یک نفر حتما با همراه من باشه دیگه، حتما باید باشه. خب اون برد خدا پیاده چجوری برج میلاد بره بالا بیاد تا یه فکر هم با حال ایشون بکنیم دیگه. خانم مهندس شما که آخر دیگه اختراعین، یه چیزی هم برای ایشون اختراع کنیم که یکم مصیبت. این جزء استاندارد هاست که معلول نباید تو پله تنها باشه، ولی میشه چیزی ساخت که حالت شنی و تانکی خیر و خیر بره بالا بیاد پایین، ولی ممنوعه. خب اینم مثل همون دگمای پاور خودشو داره دیگه، روشن خاموش کردن و کلیداش. خب شما با دست دادین حرکت می‌کنه. این الان خود دادنش با دست می‌تونین حرکت.
به موانع یا پله‌ها که می‌رسیم حتما پشت... ما اینجوری برعکس شد از این آره ما پشت به پله بشیم موقع پایین اومدن هم اینجوری دقیقاً هم. یه زاویه رو بهش میدیم بعد پله آسیب نمیزنه؟ نه اومدی واقعا؟ این همه بود خب حالا برای پایین رفتن وای ترسناکی خورده این سیستم ترمزش که مطمئن شه نیفته دیگه چون تا 120 کیلو میاد دم پله خودش وای میسه بعد بستگی به زور طرفی که داره من میبره داره یا نه اصلا هیچ یعنی الان یه دختر 6 ساله میتونه این کار انجام بده 6 ساله نه ولی ایشون میتونه منو ببره بالا بیاره پایین باید تسلطی داشته باشه 6 ساله نداشتی ولی مثلا جوان 17 18 ساله پدر مثلا 120 کیلویی خودشو بالا پایین میبرد درسته خب ببین پایین اومدن کندتره چون مردم تو پایین اومدن میترسن به خاطر من عمدن پایین اومدن رو حالا اینم باز ترفنده ایشون هست که سرعتشو میاره حالا من که تو بالا رفتن ترسیدم جزو مردم چیز نمیشن حالا پایین اومدن همه اولشون همون اولش این اتفاق براش میفته آقا چون من خودم اتو مکانیک خوندم جسارتای چیزی بگم یه کمک فنری هم بزنیم دیگه چون موقع بالا رفتن یه ضربه میخوره حالا حساب کنیم من یک پیرمرد یا پیرزنم و... ویدیو خوبیه آره یه کمک فنر کوچولی باشه اون ضربه رو میگیره اتفاقا تو طرحایشون همین دیروز در موردش صحبت بود چون یکی از مشتریمون یک خانم باداری هستن ما دفعه اوله که مشتری و این فیدبکی که به ما دادن اینه که میترسه این سرش بهمون فکر بودیم که یک نمونه حداقل برای ایشون همین حالا کمفرنگ شما میگه تعبیه بکنیم آقا شاهد باشین ایده رو من الان دادم به نام خودشون من الان گفتم ایده الان میگن که دیروز یا نکنه نه اصلا اسمشو میذاریم حالا مشترک بین من و حالا هر کسی خیلی متشکر خیلی خوب بود واقعا نغمه عشق تصنیفی است کمتر شنیده شده از غلام حسین بنا سروده فریدون تبللی با آهنگ سازی نصرالله تماشا کنید اجرای جدیدی از این قطعه که طاهر قریشی برای ایبکس خونده دل به یاری سپردم که از او دیده نتوان گرفتن دمی تازه رویی که در باغ دل رسته چون شاخه مریمی زد بر جانم آن پری خرمی بود و مستی بوسه ای که بگرفتم از لاله او زندگی بود و هستی چشم زیبای او در صدای گرم و گیرای او خفت را دل ربایی و افسونگری خنده اش دل می برد غم و می سراید عشق و شادی میدمد به تن جان تازه و میزداید زنگ ناکامی و نامرادی جانش که جان می
چهرش ندیدم که دل آشنا گشته با خوی او. زهرا گویا دکتری آموزش ریاضی دارن و ایشون استاد دانشگاه شهید بهشتی هم هستن. چه استاد آموزش ریاضی و چه استاد علاقمند کردن شاگرداشون به درس ریاضی. ایشون از کودکی تا زمان ازدواج و بعد از اون زندگی پرفراز و نشیبی داشتن و گاهی با تغییر ناگهانی مسیر مواجه شدن، اما از اونجایی که معتقدن مسیر ساختنیه و از قبل وجود نداره، همیشه در کمترین زمان تصمیم گرفتن و عملی کردن و زندگی رو مجموعی از همین انتخابها و مسیر ساختنها میدن. گرچه هیچ وقت اصرار و پافشاری به پشت هم پی کردن سالهای تحصیل و گرفتن مدرک نداشتن، اما در نهایت به چیزی که میخواستن رسیدن، ریاضی خوندن و معلمی کردن. خانم دکتر به ما خواهند گفت چطور این راه غیر قابل پیش بینی رو رفتن و حالا جایی ایستادن که براشون راضی کننده است، و مهمتر از همه چطور میشه در جو سنگین علیه ریاضی شاگردان رو شیفته این درس بار آورد. خانم دکتر خیلی جالبه، شما تخصصتون ریاضیه، آموزش ریاضی بالاخره عنوانش حالا ریاضیه دیگه، آموزش ریاضی، و من یک عمر از ریاضی ضربه خوردم، یعنی آره تا الان که 54 سال سن دارم اون ریاضی که بارها باعث شد من رد شم، سه بار مردود شدم تو مقاطع مختلف، اصلی ترین درس ریاضی بود. و جالبه که داریم با هم یه گفتگو میکنیم، من ریاضی گریزان و شما در حقیقت استاد ریاضی. خب زندگی شما رو که من داشتم میخوندم و اینا، خب زندگی عجیب و خاص و خیلی جذابی داشتی. یه مقدار از کودکی، نوجوانی، جوانیتون بگین و خانوادتون برای ما بگین، کجا بودین، چه کارهای انجام دادید تا رسیدید به این که بخواید رشته ریاضی رو در حقیقت بخونید. والا اولا که خوشحالم که در خدمتتون هستم و فرصتی که با بینندگان عزیز به گفتگو بشینم. آدم معمولی بودم، کودکی معمولی، فکر میکنم زندگی معمولی، شاید همون معمولی بودن کمکم کرده که راحت‌تر حرکت کنم. توی خانواده فرهنگی بزرگ شدم، آبا اجدادم معلمن و فرهنگی به معنای فرهنگی که میشناختیم، نه وزارت کجا، اداره کجا، نه، فرهنگی بودیم، تو مدرسه بزرگ شدیم، در تمام بخشای مدرسه از
خدمتکار مدرسه، رئیس فرهنگش، معلمش، دفتردار، ناظم، همگی در محیط مدرسه و فرهنگ بزرگ شدیم. کودکی خوبی داشتم از نظر خودم، خوبی که کاری که میخواستم میکردم، احساس میکردم دارم رشد میکنم. خب یه خلای بزرگ تو اون کودکی بود که پدر ندیده بودم، ولی با یک مادر نازنین از نظر خودم، برای همه همینجور مادرشون بی نظیرم، براشون بی همتا نذاشتن که این احساس مانع ما باشه. این احساس مشوق ما بود. یعنی اگر انتظاری از ما داشتن میگفتن بچه فلانی هستی یا باید حرکت کنیم، و حرکت میکردیم. یک نکته مهم تو زندگی من، فکر میکنم تو زندگی همه خواهرام و برادرم، این بود که شادی بر غم غلبه داشت واقعا، در صورتی که در یک جامعه عادت کرده به غم، بهانه برای این بود که بگیم چاره ای نبود که ما مغموم باشیم. ولی نه، خدا رو شکر شاد بودیم، و این شادی رو من مدیون مامان هستم، چون همراه ما بود. ما سینما دوست داشتیم بریم، من کرمانشاهیم، کرمانشاه با کمتر از 200,000 جمعیت در گذشته 7 سینمای زمستانی و 2 تا تابستانی داشت، الان با بیش از 1,000,000 جمعیت 2 تا سینما داره. هر فیلمی دوست داشتیم بریم، مامان خسته از مدرسه میامده حالا امشب نریم، یک جورا پاش میکرد، یکی رو سرش میکرد، یکی لباسش، میگفتیم 1, 2, 3 مامانو بلند کنیم بریم. با یه لبخندی میامدن، با ما تئاتر می آمدن، شب شعر می رفتیم، شادی کودکانه ایناست دیگه، با هم کتاب می خوندیم، برامون قصه تعریف می کرد. و این کودکی من بود، هیچ تمرکزی رو ریاضی نداشته این زندگی، چون مادرم خیلی اهل ادبیات بودن، هم می شم تا لحظه یه فوتشان زیر بالشش کتاب بود. آخرین کتابایی که داشتن سعدی، بوستان و گلستان سعدی زیر بالش بود. در اون محیط بزرگ شدم، مدرسه رفتم تا دیپلم گرفتم و همین دیگه. چه چیز ریاضی جذابه؟ به کجا آدمو میرسونه؟ خروجیش چیه؟ شما الان درس که میدین، تدریس که میکنید در دانشگاه، خروجیش برای من هنرمند اگر ریاضیم خوب بود چه اتفاقی برای من میافتاد که الان دارم مثلا ضرر میکنم؟ ببینید، من اتفاقا فکر کنم همین یک نکته قابل تعمله که چرا آدم ها باید فکر کنن که اگر ریاضی بلد نباشن ضرر میکنن. اینه که مثلا من اگه سنتور خوب نزنم ضرر میکنم، چرا باید ضرر بکنم؟ خب این همه امکانات توی عالم وجود هست که آدم از همش استفاده میکنه، بستگی به علاقهش، ذوقش، استعدادش. من فکر میکنم این بزرگ نمایی ها در مورد ریاضی یکی از عاملان جدی برای ضربه زدن به ریاضی بوده. ما ریاضی توی برج عاج نشاندیم و هی از یال و کوپالش تعریف کردیم. خب خسته میکنه، هیچ کس دوست نداره براش چیزی انقدر بزرگ بشه که باعث واهمش بشه، باعث ترسش بشه. من فکر میکنم خیلی وقتا خیلی از کارهایی که میکنیم مثل نفس کشیدن، ما نمیاییم تجزیه تحلیل کنیم نفس کشیدن من. خب نفس میکشیم تو خیلی از روابطی که درگیرش هستیم یا چیزهایی که استفاده میکنیم، در ذاتش از نظر منی که یه ذره با ریاضی آشنام میتونم ماهیت ریاضی بهش بدم، منظر یکی دیگه که هنرمنده ماهیت هنرمندانه شو بیشتر که این بستگی به نوع آدم هاست واقعا. ولی اون ریاضی به نظر من تا جایی که مزاحمت برای افراد ایجاد نکنه، به عنوان یکی از مهارت های ضروری زندگی به دردش میخوره، تا جایی که مزاحمت ایجاد نکنه. ولی دلیلی نداره که به زور به همه تحمیلش کنیم. من فکر میکنم انواع پدیده هایی که میبینم، مدل سازی هایی که توی طبیعت اتفاق میفته، انواع استدلال هایی که میکنم، اصلا اون دنیای انتزاییش
گاهی وقتا آدم رو به یک خلوت شیرینی میبره اگه دوست داشته باشه. نداشته باشه دنیای ملموسش آدم رو به سمت خودش میکشاره. ولی اینی که این حس رو به جامعه بدیم که یا به دانش آموز بدیم که اگر ریاضی بلد نباشی انگار هیچ بلد نیستی، نه اصلا چنین چیزی نیست. من فکر میکنم که ریاضی هم مثل خیلی از معارف دیگر بشری برای یه عده جذابیت بیشتری داره، برای یه عده جذابیت کمتری، ولی اینی که ترس ایجاد میکنه نوع آموزشه به نظر من. یعنی در ذاتش این ایجاد ترس نیست، ولی نوع آموزشش و تکبر و تفخری که برای ریاضی ایجاد کردیم طبیعیه باعث ترس. خب میخوام بریم سراغ عکس ها، ولی حقیقت اینی که شاید اگر من معلم های ریاضی مثل شما بودن، یعنی اینقدر آرامش، اینقدر خوش برخورد و این لبخند، نمیدونم حالا این همیشگی بوده یا نه، ولی مطمئنن من به ریاضی علاقه بیشتری پیدا میکردم. دروس مثل ریاضی، شیمی، فیزیک که برای ما هنرمندا میگیم کاربردی نداره و اذیتمون میکنه، اگر اون زمان معلم جذابی داشتیم، معلمی داشتیم که با لبخند و آرامش و معلم دوست داشتنی داشتیم، شاید ما هم علاقه‌مند میشدیم. یک بخش از ضربه‌ای که ماها میخوریم به خاطر اینی که یک زمانی یک معلمی داشتیم که اون تأثیرگذار نبوده روی ما، درسش کاری ندارم، ولی اخلاق و رفتار و منشش تأثیرگذار نبوده، که مطمئنا شاگردای شما خیلی لذت میبرن موقعی که شما از ریاضیات که به نظر من یه چیز سخت و پیچیده یه براشون صحبت میکنین و یک درس مثل ریاضی رو مثل یک درس هنری جذاب میکنین براشون. خب بریم عکس ها رو ببینیم. خانم دکتر بفرمایید عکس. این چه جالب، این رشته آموزش ریاضی سال 1380 تأسیس شد، یعنی 78 آخر 78 تصویب شد و 80 در دانشگاه شهید بهشتی تأسیس شد. اینا دانشجوهای دوره اول و دوم کارشناسی ارشد آموزش ریاضی هستند که ما رفتیم خدمت مرحوم شهریاری، منزلشان بودیم. من مرحوم شهریاری رو خیلی دوست دارم به دلیل اینکه خیلی به شکل دادن معلمی من کمک کردن و واقعا ازشان آموختم. الان مرحوم شهریاری همون آقای هستن که از همه خوشتیپ کردن دیگه. حتما. بله. خب بله و بقیه همه اینوری هم که منم شال گردنمه. بله. باقی هم که دانشجوهای بله. دوره اول بودن. این خانواده پدرم من که همگی به جز پدر بزرگم که وسط معلم بودن، اون آقای وسطی که موهاشون زیاده رو نمیشناسم، اینوری هم شوهر خالم بودن، همه موهاشون زیاده رو این کوچولو پدر من بودن. پدر من حدود 40 سالگی فوت کردن، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه رفتگانم. اون دوتای دیگه هم عموام بودن. بله. اینا رو نمیشناسم والا، ولی پدرم نفر دوم است. بله. سمت راست. این خیلی این جالبه برام. نوه ها میگن مامان اینه یه فرمانده مقتدر مشغول سازماندهی بود. من شوهر خواهرم بیمار بودن، بیمارستان تصادف کردم، بیمارستان بانک ملی هم. از اون برم خواهر دومیم سکته قلبی کرده بودن، عمل باز قلب داشتن، مامان داشتن هماهنگی میکردن بین این دوتا بیمارستان. و مامانم 23 سال رئیس دبیرستان بودن، مدیریت. این فارغ التحصیلی ارشدم با پدر همسرم و مادر همسرم که عمه و شوهرم من بودن تو یو بی سی است. این روزیه که دفاع کردم از رسالی دکتری. کدوم کشور؟ من دانشگاه بریتیش کلمبیا بودم کانادا و هیچ کس نبود، خودم تنها بودم چون خانواده ایران بودن. اینو ژاپن، آخرین سفری که ژاپن رفتم 2 سال پیش توی یه مدرسه است. این برای من جالب بود و یه همکار دارم اهل ویتنامه، با همونجا بودیم. این ژاپن مدارسش خیلی بزرگن و خانه هاش خیلی کوچیکن، یعنی این به نظر من یه نکته خیلی ارزنده یه بهش توجه کنیم. خانه هاش فوق 35
36 متر مربع، ولی مدرسه هاش 50,000 متر. البته اگه مدرسه هاش بزرگ باشه، خونه هاش هم بزرگ باشه خیلی خوبه. خب دیگه بالاخره امکان نیست. ژاپن کوچیکه، یه جزیره کوچیک. بله این بزرگداشت مامانم بود. خانه کرواشای بزرگداشت برای مامان گرفته بودن. بعد من یه بار توی مترو رفتم دیدم این تابلوی مامانی. واقعا بعد همه بچه‌ها ما ایم دیگه، نه بابا بچه‌هاش. بعد دیدم اینو بهسیستی گذاشته بود تکریم حقوق سالمندان، بعد سالم زندگی کنیم. خب خیلی متشکرم دکتر. و من الان سوالی که از شما دارم اینه، شما خب کشورهای مختلف رفتید، حالا درس خوندید، نمیدونم کار کردید یا نکردید، چه انگیزه ای داشتید که برگشتید ایران؟ مجبور بودید چون خانواده ایران بودن برگشتید یا نه؟ مثلا میتونستید اونجا باشید، میتونستید اونجا کار کنید؟ آیا اگر اون کشور رو میموندید پیشرفت بیشتری در زمینه کاریتون نداشتید؟ ببینید زندگی خب با حوادثش آدم رو میکشانه به دنبال خودش بخشه. خب فراز و فرودای زیادی داره. من مثلا ازدواج کردم، همسرم دانشجوی MIT بود، بوستون. خب به طور طبیعی منم رفتم اونجا. یعنی شاید اگر این ازدواج نبود یا این همسرم در اونجا نبودن، من نمیرفتم، همچنان که مثلا خواهر دیگم نرفت. این واقعا حادثه طبیعی که دارم عرض میکنم. ولی بعد از طی این فراز و فرودا که تو هر کدامش بالاخره آموختن و زیستنهای جدیده، واقعیتش که من همیشه رفته بودم که برگردم و خوشبختانه همسرم هم رفته بود که برگرده. یعنی خب من فکر کنم اگه این سعادت رو نداشتم که هر دو میخواستیم برگردیم، ممکن بود که باز مسیر زندگی من تغییر بکنه. ولی همیشه من شاید باورتون نشه که وسایل من تو چمدان بود. یعنی هر شب فکر میکردم که اگه فردا قرار بود برم، خب جمع میکنم میرم دیگه، اصلا ماندن ندارم. ولی علت این که برگشتم خیلی طبیعیه، نه به خاطر کسی برنگشتم، یعنی واقعا منتش سر هیچ کس نیست جز خواست خودم، به دلیل اینکه ایرانیم، عاشق ایرانم و همیشه فکر کردم که امثال من خیلی زیادن تو اون جامعه. یعنی حالا مثلا یه قطره توی اقیانوس، همسرم همیشه میگفت حالا چند قطره تو اقیانوس باشه یا نباشه، اقیانوس اقیانوسه. ولی فکر میکردیم که باید بیایم و یک کاری بکنیم. خوشحالم. حالا اون کار کوچولوی من این بود که این رشته رو راه انداختم. این رشته هم از این جهت برام جالبه که اتفاقا ریشش در اینه که چرا افراد دوست ندارن ریاضی. یعنی من تا یه حدی ریاضی رفتم، بعد دیدم که نه، من اینقدری که علاقه مندم و سوال دارم که چرا باید این ریاضی تحمیل بشه، یا چرا این افراد واهمه دارن از ریاضی، اون چراها رو میخوام براش پاسخ پیدا کنم. برای همین این رشته برای خودم اون موقع جدید پیدا کردم و خیلی لذت بردم از اینی که کمک کنم به کسانی که این در واقع گرفتار ریاضی شدن که ریاضی نیست از نظر من. چون ما قرار نیست که آدمای معمولی قرار از ریاضی لذت ببرن، بهره ببرن به تناسب نیازشان، ولی قرار نیست ریاضیدان باشن. شما تصور کنین جامعه که همه افرادش ریاضیدان ها، نه ریاضی خوانده، ریاضیدان باشن، فاجعه میشه اونجا. خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی لذت بردم از صحبت با شما. خوش به حال شاگرداتون. حالا غیر از اینکه یه درس خیلی سخت و عجیب بهشون درس میدید، آدم موقعی که با شما صحبت میکنه نمیدونم چرا غم و غصه هاش فراموش میکنه، آرامش و لبخند شما یک حس خیلی خوبی به آدم میده. خیلی متشکرم که تشریف آوردید. تشکر. مرسی آقا، خیلی ممنون. منم خوشحالم از اینکه در خدمت. خواهش میکنم. شما چقدر توی زندگیتون در برخورد با مشکلات و عوض شدن مسیر زندگی انعطاف دارید؟ چقدر آمادگی دارید خودتون مسیر رو بسازید، نه اینکه مسیر از پیش تعیین شده رو برید؟
صحبت‌های مهمانان ما میگه قرار نیست زندگی یک روال از پیش تعیین شده باشه و مانع جلوی پامون نباشه و یا یک بار پیدا نشه. زندگی اصلا یعنی همین ساختن مسیر ویژه خودت و جلو رفتن برای رسیدن به هدفی که در نظر داری. و البته که ما همیشه در ایبکش به دنبال بررسی و محور قرار دادن مفاهیم مختلفی هستیم تا این موضوع رو واکاوی کنیم که آیا ایده بکش تازه شروع ماجرا نیست؟ نظر شما چیه؟